با عرض سلام درود به عموم خواهران و برادران مکرم ایمانی، انشالله سلامت موفق و مؤید زیر چتر عنایات خاصه حضرت حق جل و علا هستیم. مجلس فقری امشب رو با قرائت فاتحه آغاز میکنیم. برادر مکرم امیر علی خان لباف بفرمایید. از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجأ السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علی شاه قدس الله مرقد الشریف الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن به مسبوقین علا ان نبدل امثالکم و ننشعکم فی ما لا تعلمون و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. انا لمغرمون بل نحن محرومون. افرعیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. افرعیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمؤمنین فسبح باسم ربک العظیم. فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اف بهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. فاما ان كان من المغربين فروح وريحان وجنة نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
صدق الله العلی العظیم. چند آیه خدمت شما قرائت کردم از قرآن مجید از سوره مبارکه واقعه، و از این قسمت به عرضتون رسوندم که می‌فرماید نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، یعنی انسان هر فردی که نیست، وجود نداره، اگر برگرده و در نیستی خودش بیندیشه و از اونجا رشته اندیشش رو شروع کنه، آیات قرآن نکاتی رو در اینجا بیان میکنه تا مثالی که میزنه از تحولاتی که در طبیعت صورت میگیره راجع به آب صحبت میکنه، راجع به آتش صحبت میکنه، راجع به آب و آتش صحبت میکنه، داره مثال میزنه، مثال طبیعت رو داره میزنه، راجع به کشت و زرع صحبت میکنه، میفرماید که شما در هر برهه‌ای از هستی خودتون در یک نشأه قرار دارید، و نشأه به معنی مرحله است، به معنی پله است، مثل کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم، کلاس چهارم الی آخر. کلاس اول یه نقطه آغازه، اما کلاس آخر وجود نداره، یعنی اون شخصی که شروع به درس آموزی میکنه یه نقطه آغازی داره، یعنی مکلفه که از سن 6 سالگی بره به مدرسه ابتدایی کلاس اول بنشینه، اما ادامه تحصیلاتش محدود به یه حد معینی نیست، چون دانش بی پایان و ظرفیت آموزش گیری به فراخنای تمام طبیعت. حال در قرآن وقتی این نکته رو میخواد بیان بکنه از اون نشأه اول شروع میکنه، میفرماید ولقد علمتم النشأة الاولى، اون نشأه اول اون نشأه جنینی، اون مرتبه جنینی، یعنی هستی هر فردی به چه صورتی شروع میشه، آیا خودش این جنین رو درست میکنه، جنین خودش رو خودش درست میکنه، این جنین چجوری درست میشه، و خود آدم چه دخل و تصرفی در درست شدن اون جنینی داره که در نشأه های بعدی به اون مرحله میرسه که نسبت به خودش یه شعوری پیدا میکنه. اینها همه داره در طبیعت اتفاق میفته، اتفاقات طبیعیه. این اتفاقاتی که داره در طبیعت رخ میده قانونمنده، مانند یک کارخانه‌ایه که این با یک هوش عظیم بی نهایت داره اداره میشه، داره مدیریت میشه و بلا انقطاع در حال کار و در حال تولیده. از نظر به طبیعت قرآن شروع میکنه
نظر به طبیعت، یه موقع میگه به ماه نگاه کنید، یه موقع به خورشید نگاه کنید، یه موقع میگه به نشأه اول هستی خودتون نگاه کنید. میفرماید نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین الا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فی ما لا تعلمون و لقد علمتم نشأت اول وقت تذکر. یعنی پایان حیات بیولوژیک هر جسم زنده ای توقف فعالیت هاشه که اصطلاحا هم بهش میگن مرگ. اما این جنین وقتی که ساخته میشه یه ساعت بیولوژیکی هم درش هست برای یه مدت زمان معین. نحنو قدر نابای نکم الموت، یعنی این که ساخته میشه این ساعتش تنظیم شده، برای 100 سال کار کردن کمتر بیشتر یه ساعتی داره، یعنی قلب برای مدتی تنظیم شده، سایر جواره به طور اما یه عواملی هست که این مرگ رو جلو میندازه و یه عواملی هم هست که این مرگ رو به تأخیر میندازه. اینها هم هست. مثلا اگر یه نفر به علت توقف فعالیت‌های عضله قلب بخواد از دنیا بره، به لحاظ طبیعی این امکان وجود داره که قلب ناتوانش یا با نصب باتری یا با تعویض دریچه هاش یا با تعویض کل عضله قلب جابجا بشه. به همین دلیل اگرچه اون ساعت اولیه‌ای که برای حیات یک نفر تعیین شده نسبت به کار کرده اعضا و جوارحش معینه، اما این امکانات رو هم طبیعت در اختیار گذاشته که بشه این رو تطویلش کرد. از طرف دیگه عوامل دیگه‌ای هم هست که میتونه طول عمر رو کوتاه بکنه، مثل این پاندمیایی که میاد، مثل این اپیدمیایی که میاد، مثل این اتفاقاتی که پیش میاد، مثل زلزله‌هایی که میشه، اتفاقاتی که میشه، جنگ‌هایی که پیش میاد، غیره غیره. اینها طول عمر رو کوتاه میکنه. عوامل دیگه‌ای هست که میتونه طول عمر رو دراز کنه. اما نهایتاً هر جسمی چون مرکب از اجزاءه، هر چیزی که ترکیب شده باشه در عالم بنابر قواعد طبیعت یک زمانی رو به تجزیه میذاره. این آیه به اینجا به این قانون برمیگرده، نحنو قدرنا بینکم الموت، یعنی هیچ جسمی به طور ابد مدت نمیتونه روی زمین زنده باشه، یه تاریخ پایانی داره که اونو بهش میگن موت. اما این موت سبب میشه که چه اتفاقی بیفته؟ سبب دو عامل میشه. در قرآن میگه الا ان نبدل امثالکم، برای این که این دنیا مانند یک سرای دو دره، از یک در یه عده‌ای میرن بیرون، از یک در یه عده‌ای وارد میشند. اینهایی که میان مثل اونایی هن که رفتند، اینا میرن اینا میان و این ادامه داره. الا ان نبدل امثالکم،
شما میرین امثال شما میان، اونا میرن امثال اونا میان، اما شما که میرین کجا؟ این اتفاق دومه که میفته. اتفاق دوم اینه که شما یه نشعه که با این نشعه ای که الان توشین تفاوت داره در انتظارتونه، وارد اون نشعه میشید. همچنان که تجربه نشعه اول رو دارید اگر به خاطر بیارید، یعنی نشعه جنینی رو. اون نشعه جنینی یک نمونه است برای هر فردی. از اون نشعه جن در نشعه جنینی هر فردی تکوین پیدا میکنه برای مدتی، بعد از نشعه جنینی خارج میشه، میره بیرون، برای این که وارد فضایی بشه که اصلا نمیشناسش. درسته که مغزش در شرایطی نیست که بتونه تجسم و تصور کنه، ولی لو فرض اگر قدرت تجسم و تصور داشت، نمیتونست تصور و تخیل و تجسم کنه که در چه فضایی وارد میشه. اون رو قرآن اسمشو میذاره نشعه اول، یعنی مرحله اول حیات هر فردی. و این مرحله رو، یعنی مرحله‌ای که ما داریم با پنج حسمون در این دنیای سه بعدی زندگی میکنیم، اسم این رو میذاره مرحله دوم حیات. و وقتی که موت میاد، یعنی این جسم از کار میفته، وقت انسان از این جسم جدا میشه و وارد یه مرحله دیگه میشه که باز هیچ تصوری ازش نداره، مگر اینکه تجربه کرده باشه در این دنیا. اگر تجربه نکرده باشه تصوری ازش نداره. کسانی که تجربه نکردن، خیلی هاشون به حیات بعد از مرگ باور ندارن. اونایی که تجربه کردن باور دارن، چون تجربه کردن، دیدن بیرون جسمشون وجود دارن، وجودشون به بقای جسمشون وابسته نیست. می‌فرماید ننشأکم فی ما لا تعلمون. اون لا تعلمونی که اینجا میگه، یعنی شما هیچ علمی، هیچ آگاهی نسبت به اون بعد چهارمی که واردش میشین نداری. الان تو جهان سه بعدی داری زندگی میکنی، طول، عرض، ارتفاع. وقتی که انسان از این دنیای سه بعدی میره بیرون، وارد یه عالم چند بعدی دیگه میشه که اصلا آدم هیچ تجربه ای توش نداره. ننشأکم فی ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى. نشأه اول رو شما تجربه کردین، نشأه دوم هم تجربه کردین، نشأه سوم هیچ علم آگاهی نسبت بهش ندارین. داره حکم کلی میده. بعد اون وقت تا اینجایی که میاد میفرماید افرأیتم النار التی تورون، یعنی آیا به آتش نگاه کردی؟ این آتشی که خودتون جرقش رو میزنین و روشنش میکنید، آیا در این آتش اندیشه کردی؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئ. این آتش از کجا میاد؟ شما چی رو اینجا آتیش میزنی؟ وقتی میخواین آتیش بزنین، چه چیزی رو آتیش میزنی؟ در اون موقع این آتش رو وقتی میخواستن درست بکنن، کورهی تدارک میدیدن و مقداری بوته و چوب خشک و هیزم میریختن توش و جرقه میزدن، این مشتعل میشد، آتش رو اینطوری درست میکردن. بعدن که
کشفیات بیشتری نسبت به منابع زیرزمینی صورت گرفت، دیدن زغال سنگ رو هم میتونن از معدن استخراج بکنن و باهاش آتش درست کنن. بعد دیدن نفت رو هم میتونن استخراج کنن باهاش آتش. ولی اون آتش اولیه با همین هیزم ها درست میشد. قرآن میفرماید انتم انشأتم شجرتها، شجره یعنی درخت، یعنی این درخت ها رو کی به وجود آورده؟ میفرماید انشأتم، یعنی آیا شما این درخت رو انشاء میکنید؟ انشاء میکنید یعنی چی؟ یعنی از یک نشأه به نشأه دیگر متحولش میکنید، شما میکنید یا ما میکنید؟ یعنی آیا انسان این کار رو میکنه یا این قانونمندی طبیعته که این کار رو میکنه؟ اون نشأه اول درخت همون حبه است و این حبه وقتی که در زمین مساعد قرار میگیره اون نیروی الفالق درش به جریان در میاد و اون وقت این رشد میکنه و تبدیل به درخت میشه و به رشد خودش ادامه میده 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 تا میرسه به جایی که تبدیل به آتش میشه. آهن رو که نمیشه، از آهن که نمیشه آتش، از سنگ که نمیشه آتش استخراج، از چوب میشه آتش استخراج کرد. اما این چوب که تبدیل به آتش میشه، برای اینی که چوب بشه نشعه هایی رو طی کرده. پس این رو قرآن اسمش رو میذاره سیر انشائی. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یعنی کی داره اینجا این انشاء رو انجام میده؟ آیا شما دارین این سیر انشائی رو ایجاد میکنی یا ما، یعنی خداوند؟ این اصول و قوانین که قرار داده. حالا باغبان وقتی میفهمه که اگر حب در زمین قرار بگیره این میتونه رشد بکنه، نشعه نشعه انشاء پیدا بکنه و تبدیل به یک درخت تنومند باروری بشه، از این قانونمندی استفاده میکنه، از این قانونمندی انشائی استفاده میکنه. نهایت سیر یک درخت اینه که به سبب این انشاء خاک که از توش درخت سبز شده اومده رفته بالا، خاک تبدیل به آتش میشه، این خاک تبدیل به چوب میشه و چوب قابلیت تبدیل شدن به نار رو داره، یعنی به آتش. اما چرا داره راجع به آتش صحبت میکنه؟ به خاطر اینه که یک سنخیتی وجود داره بین بدن برزخی هر فردی و نار، یعنی هر دوشون از یه سنخن، هر دوشون از یه جنسن. اصطلاحاً به این حالت در طبیعت میگن حالت پلاسما، یعنی غیر عنصریه. یک نوع از حالت ماده هست در طبیعت که نه عنصره و نه تموجه، به این حالت میگن پلاسما. و بدن برزخی از این جنسه و وقتی که مرگ حاصل میشه این بدن برزخی از جسم مفارقت پیدا میکنه، جدا میشه، همچنان که آتش از چوب مفارقت پیدا میکنه و به صعود خودش ادامه میده، متوقف نمیشه، صعود میکنه. اینه
سیر انشایی که داره قرآن مجید اینجا بیان میکنه. اسرار سیر انشایی رو اینجا به این ترتیب داره بیان میکنه. یا میفرماید که اینطوری انسان مرحله به مرحله و نشأه به نشأه تحول پیدا میکنه. اما خب طبیعتاً اگر یه دونه حبه‌ای که امکان داره تبدیل به یک درخت بشه و درختی که امکان داره که تبدیل به آتش بشه و این قانونمندی طبیعی حاکم بر انشاء حبه به درخت و درخت به آتشه، میتونه سقط بشه وسط راه. اون حبه هر رو یه مرغی بیاد بخوره، خب این دیگه هیچ وقت رشد نمیکنه. یا اینکه بیفته تو شوره‌زار، خب این دیگه هیچ وقت رشد نمیکنه. یا در یک جایی قرارش بدن که مناسب برای رشدش نباشه، خب این دیگه رشد نمیکنه. پس اون ظرفیتی که برای رشد انشائی داره سقط میشه. یعنی امکان رشد رو وقتی ازش سلب بکنند. و این بزرگترین ستم و جفاست. استضعاف یعنی همین. استضعاف یعنی این که یک نظامی در جامعه وجود داشته باشه که مانع رشد انشائی شهروندها بشه. مثلا شما به نظام فرعون که نگاه بکنید، ببینید مردمی که زیر سلطه فرعون فرعونه زندگی میکردن، اینها کارشون این بود که بیگاری بدن، برده بودند. امکان رشد انشایی ازشون سلب شده بود و همین دلیل نمیتونستن تحول جوهری پیدا بکنن. شرایط مناسب نبود برای این امر. به این دلیل به این قرآن مجید اسم این وضعیت رو میذاره استضعاف. و سیستم مستضعف یعنی استضعاف کننده مانع رشد شهروند میشه. شهروند نمیتونه رشد انشائی داشته باشه به این درجات برسه که عرض کردم. به همین دلیل که موسی مأمور میشه که این سیستم جبار بردهدار استضعافگر رو ریشه کن کنه. و کوروش کبیر هم همینجور و سایر انبیا و اولیا هم اصل مأموریتشون همیشه این بوده. شرایطی وجود داشته باشه که استعدادها توش بتونن تحول پیدا کنن، از قوه به فعل برسند، حرکت وجود داشته باشه توش، دینامیزم توش وجود داشته باشه. و مثال های دیگه ای که در این سوره مبارکه داره بیان میشه برای اینی که این رشد انشائی رو نشون بده. و اینها تذکاره، یعنی یاداوریه. اینها به طور مداوم داره جلوی چشم انسان داره پیش میاد ولی آدم نمیبینش. چرا؟ چون ذهن آدم به این اتفاقات معطوف نمیشه، توجه نمیکنه، دنبال این نیستش که فلسفش رو بفهمه. قرآن میخواد ما رو متوجه کنه، میگه به یاد بیارید زمانی که یک دفعه شما
از نیستی به صورت یک جنین ظهور پیدا کردید، تبلور یافتید، به این اندیشیدید؟ اصلا به این اندیشیدید؟ فکر کنید شما الان در حالت جنینی هستید و قدرت تفکر دارید. در این حالت از کجا اومدید؟ چطوری شده الان شما وجود دارید؟ چه اتفاقاتی در سر راهتونه؟ کجا میخواییم برید؟ به هر کدوم از این مطالب آیا تفکر کردید؟ آیا اندیشیدید؟ چه نقشی در شدن خودتون داشتید؟ چه نقشی در بودن خودتون به شما واگذار شده بوده که یه دفعه شما شدید؟ این نکاته که قرآن به عنوان نشأت الاولا ما رو بهش دعوت میکنه که مبنای تفکر رو از اینجا باید گذاشت. و در مجالس قبلی از آیات شریفه قرآن بیان شد که می‌فرماید ما آسمان ها و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. آسمان ها، زمین و چیزی که بین آسمان ها و زمینه، این اجرام سماوی یعنی کل کائنات، هست و نیست، هر چی هست، هر چیزی که هست، ما اینا رو نیافریدیم برای اینکه بازی، لعب، بیقانونی برپا بشه. اینها بازیچه نیستند، ما هم بازیگر نیستیم، اینها قانونمنده، همش حساب و کتاب داره، قانونمندی طبیعت رو داره میگه. و نه فقط قانونمندی طبیعت رو، بلکه هدفمندی کائنات رو. هدفمندی یعنی که یه هدفی رو دنبال میکنه. هر چیزی که در سر راه این قانونمندی قرار بگیره، یعنی هر نوع صدی که بخواد در مسیل این سیل جاری هستی بخواد قرار بگیره، برچیده میشه، برکنده میشه. اگر خلاف قانون طبیعت باشه قطعا اینطوری میشه. و آیات شریفه قرآن در ادامه این نکات رو بیان میکنه که انشاءالله توضیح و تشریح به جلسات دیگه واگذار میکنیم. برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید. چشم قربان. دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم از ولای مرتضی باید زدن دست دل در دامن اول ابا باید زدن لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم بی ولای آن ولی لاف از ولایت چون زنند
دمز اوصاف ولایت با ولا باید زدن، مولوایی از ولای آن ولی بر کرده ایم، تبلو در زیر گلیم آخر چرا باید زدن. جان علی جان جان علی، جان علی جان جان علی، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن. نفس خیر المرسلین است تان ولی کردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا، لا فتا، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا، لا فتا، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. برادر مکرم سعید خان بود از این بفرد فاتحت و اولیاء و قرائت بفرد. چشم بود. از جهت ترویح ارواح مطهره انبیا و اولیا، علل خصوص خاتم انبیا و ائمه هدا و فاطمه زهرا و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر، و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان عجل الله فرجه الشریف، و از جهت ازدیاد و قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین، و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک، و ازدیاد و قوت ظاهر و باطن و گشایش سوری و معنوی فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی. الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقری در اینجا اختتام پیدا کرد. حال ورزش معنوی و باطنساز خودمون رو آغاز میکنیم. برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید. چشم قربان. آدم آمد، دم دم آمد، آدم آمد، دم دم آمد، هوا را هم دم آمد، هوا را هم دم آمد، آدم آمد، دم دم آمد، هوا را هم دم آمد، هاهو هاهو، هاهو هاهو، هاهو
خواهران و برادران مکرم ایمانی، تا مجلس فقره بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپرم. از شما التماس دعا دارم و دعاگوی شما هستم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. یا علی مدد.